سهر مطلبی پزشک و پژوهشگر بهداشت جمعیت بین الملل از مالمو سوئد همراه ما هستند. خانم مطلبی، با توجه به ابعاد حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ ایران اگر بخوایم نگاه بکنیم و همینطور ضعیف شدن طبقه متوسط، این گزارش دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که درباره کیفیت تغذیه در 8 استان هشدار میده، چه تصویری از کیفیت تغذیه در ایران داره به ما ارائه میکنه؟ با سلام خدمت شما. ببینید، این گزارش ها قبلا در گزارش مفصل دیگه ای تو زمینه سوء تغذیه پوکی و استخوان، کمبود مواد مثل ویتامین ها و مواد معدنی توی سالهای گذشته به طور مکرر منتشر شده بود که این تقریبا در راستای همونه. یک ذره این آمار طبق این گزارش اخیری که اومده نسبت به دوره قبل که بین سال 2012-2015 بوده بررسی شده بهبود پیدا کرده، اما نکته‌های جالبی توی این گزارش هست و البته نگران کننده، و اون همینه که هنوز سوء تغذیه 6.5% و این درسته که از متوسط جهانی 9.1% پایین تره، اما چیزی که نگران کننده است درصد جمعیتیه که امنیت غذایی ندارند. الان طبق این آمار 39.9%، یعنی تقریبا 40% جمعیت ایران امنیت غذایی ندارند و این از آمار متوسط جهانی که حدود 28.9%، یعنی تقریبا 30%، 10% بیشتره. و امنیت غذایی معنیش اینه که یعنی کسانی هستن که نمیدونن که آیا مثلا امروز غذای کافی خواهند داشت یا غذایی که تامین میکنن برای اینکه بخوان مصرف بکنن کیفیت نداره، یا توی موارد شدیدش البته توی ایران هم درصد عدم امنیت غذایی شدید بالا سنده همون حدود 40%. این کسانی هستن که ممکن هستن در یک روز غذا هم وضعیه بخشیشون مثلا یه غذایی رو حذف بکنن یا بخوان صرفه جویی بکنن، و این خب نگران کننده است. از اون طرف هم خب آماری که داریم برای سوء تغذیه کودکان همچنان بالا 4.7%، ولی یه نکته عجیب دیگه اینه که توی این گزارش که داده شده در مقابل جمعیتی که با سوء تغذیه زندگی میکنن، یه جمعیتی هم هست مثلا حدود 24% در بزرگسالان و حدود 3.8% در کودکان که اینها چاقه مفرط دارن. یعنی این در واقع بازتاب این اختلاف طبقاتی که وجود داره. مثلا در مورد همین استانهایی که الان گزارش شده، همین 8 استان، وقتی به جدول بودجه نگاه میکنید 3 استانش، یعنی کرمان و هرمزگان و خوزستان، بودجه نسبتاً بالاتری نسبت به بقیه استانها گرفتن. استانهایی مثل خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و بوشهر و ایلام، ولی همچنان میبینیم که یک جمعیت بزرگ بسیار فقیر توی این استانها وجود داره که در واقع به سطح هشدار دهنده رسونده. یعنی توی همون استانها یک گروه از جمعیت در زیر خط فقر مطلق زندگی میکنن بین دهک‌های اقتصادی 1 تا 3، و یه جمعیت دچار مثلا احتمالاً چاقی مفرط هم هستن. این اختلاف طبقاتی رو خیلی این گزارش بنابرای من به خوبی روشن میکنه. اشارهی که شما داشتید نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم هم پیشتر گفتین، چطور میتونن کیفیت تغذیه رو حفظ بکنن در این شرایط و نقش حکومت چی هستش در این میان؟ اگر کوتاه بفرمایید. اگه این که مردم چه کار میتونن بکنن اینه که در واقع سعی کنن که مثلا چون گوشت دیگه الان سرانه مصرف گوشت هم خیلی کم شده، مثلا تو گزارش که سال قبل وجود داشت سرانه مصرف گوشت به 6 کیلوگرم در سال رسیده که این در واقع 1/7 مصرف جهانیه، و خب باید برن به سمت مثلا یه چیزای دیگه مثل حبوبات و اینا. ولی واقعا حکومت باید یه کار جدی و اساسی بکنه، حداقل اگر برای جمعیت‌های بین دهک اقتصادی 1 تا 3 در واقع یک بسته‌های غذایی برای اینا تامین بکنی که مواد ضروری اولیه رو توش داشته باشه، که مثل اون اتفاقی که مثلا تو دوران جنگ افتاد با توزیع لبنیات و لبنیاتی که مثلا میشد نگهداری کرد مثل کشک خشک یا حبوبات، و فراهم کردن دسترسی به سبزیجات، که البته الان این هم خیلی موزل بزرگیه به خاطر آلودگی بالایی که معمولاً سبزیکاری ها به خاطر آلودگی های صنعتی و فاضلاب ها دارن. خیلی مشکرم از شما سهر مطلبی، پزشک و پژوهشگر بهداشت جمعیت بین الملل از مالمو سوئد.